دوستان وزارت تحصیلات عالی اعلام کرد که امتحانات کانکور در سایت نجم المدارس حوزه بهارک برایت بدخشان ملغا و اوراق جوابات یک سنف دیگر در حوزه خواهان و دو سنف دیگر در حوزه درواز این برایت تحت بررسی قرار گرفته است تصمیم الغای امتحان کانکور یک سایت و بررسی سه سنف دیگر در حوزه های خواهان و درواز برایت بدخشان پس از آن اتخاذ می شود که چندی قبل امتحان کانکور ولایت لوگرنیز ملغا اعلام شد کانکور امسال چه نتیجه ای خواهد داشت جهت بررسی این موضوع خواستیم با محترم پوهان دکتر محمد انور شمس رئیس امتحانات کنکور وزارت تحصیلات عالی که هم اکنون در استودیوی کابل با ما هستند صحبت داشته باشیم آقای شمس سلام و تشکر از وقت آقای شمس چرا امتحان کنکور در دو بخش افغانستان ملغا اعلام شد اسفل الرحمۃ الرحیم په نومو خدا سلام مهترمه به شما او بینندگانو تلویزیون آشنا و داس اندر کورانی تلویزیون تلویزیو آشنا سوالی خوبهست ما در 38 حوزه کشور باید امتحان کانکور را عکس بداره ما تاغار ما در 22 حوزه امتحان عکس کردین و در حوزه لوګر کې امتحان را لغوه کردیم علت داشت علت شی بود که در سالهای قبل از طرف پارلمان از طرف جامعه مدنی از طرف روشن فکرها می که امتحانات شفاف نیست دست و زرمنده ها در دخیل هسته باید که دیگه این توجه شود این سال ما دیگه کار نکدیم تنها نظارت شدیدتر ساختیم اعضای حیعتی که روان میکنیم کنیم کار میکنن و این دقت از اینا باعث از میشه که با همراه ارگانه محل اینها ارگان های محل با اینها در زد قرار می گیرند و گفتار از نمی شنوند سانه امتحان حریم داره حریم امتحان در بعد حراست کنند آقای شمس ما باید امینجا از شما, شما یک چیز را و جالب همه است من یک مثال دیگر بر شما زنده میگم گم را همیشه بهتر از تداوی می دانند شما چرا تدابیر ضروری برای اخذ امتحان بهتر نداشتین شما امتحان می گیرین بعد نور ملغا اعلان می مصرف انرژی و وقتی که در اینجا ضایع میشه شما چگونه جبران می نه، شما ما با شما موافق نیستین ما تدابیر میگیریم ما هیئت کروان میکنیم هیئت برت از استادای پانتونهای چارگانی افغانستان است مرکز است هیئت ما همراه توپ و توفنگ نمیره اونا استاد هستن اونا میرن با مقامات محلی در تماس میشن میگن که حریم امتحان رو شما مسئول بسازیم ما امتحان میگیرین وقتی کونا میگن خوب وقتی که امتحان شروع میشه صحنه امتحان حرمت خود از دست میته وقتی که دست داد حریم از بین رفت میبینید که هر کس اشخاص مسئول و غیر مسئول شامل داخل حوزه میشوه پارچه ها را سوالات میکشند میرن خودشان بدل خود و جا کورس ها هست معلمی را جمع میکنند کلید میسازند وارد امتحان میشن همین نقطه حساسی است آقای شمس همین نقطه حساسی است که باید من به با او اشاره بکنم شما امتحان میگیرین من اشاره میکنم با مسئله آن... لوگر امتحان گرفته شد بعدا شواهد هم به میان آمد که گویا ورق ها هیئت فرستاده شده وزارت تحصیلات عالی با جویها پرتاب کردن نتیجه که از این بر آمد خشونت داری. و عدم اعتبار و عدم اعتماد آینده بوده شما چگونه میتونید شاگردان را بر آینده معتمد ایزی امتحان بسازید ما, ما امتحانی که ما میگیریم امتحان وقتی که هیئت ما داخل صحنه است وقتی که بینزمی ها رو میبینه در همو جا امتحان اونا لغ و قرار میدن اما از واسطی که شرایط امنیت خراب است بیم مرگشان است حمله به سرشان است بی او است اونا در محل چوب میشن آخر میبینن که ما کنترل کردن نمیتونیم میگه امتحان به نزد ما لغ است اما اگر در محل ما اعلان کنیم که لغو است خب زور است یا ترس است یا نگرانی برهیم. هست یک امتحان ملغا قرار داده میشه نتیجهش چی است؟ شما بعدا چی تصمیم میگیرین؟ باز هم امو مردم است و باز هم شما هستین آیا چی تدابیر تسمی... بهتر شاید ما بتانیم میگیرین؟ تدابیر بیتر ما چی است؟ ما ادمیر امتحان به هر حوزه که بی نظمی شوه از طرف مقامات محلی و از طرف اشخاص غیر مسئول ما جز از که امتحان را لغو کنیم حق بغدار برستاریم کسایی که درس خوانده از او را حمایه کنیم و کسایی که زورمندا هستند که اولاد خود می خواهند بزور داخل تحصیلات عالی کشور کنند جلوگیری کنیم لغو جلوگی است بعد از او وقتی که پذیرفتند به مثال وقتی که حوزه پذیرفت که در قلی شده شما بر حق بودید ما برای که احترام شود به جامعه ای که در اونجا مردم زندگی میکنه و امتحان لغو شده دوباره ما پیش آن امتحان میگیریم آقای شمس چه تعداد فارغ صنف 12 امسال به امتحان شرکت بلی. میکنه و وقتی شما از حق و اقدار صحبت میکنین چه تعداد از شما میتونین جذب مؤسسات تحصیلی بکنید؟ کوتاه اگر جواب بدین چون وقت کوتاه است تشکر ما در تحصیلات در تحصیلات عالی کشور در حدود 57 هزار تن شاگرد در ما میتونیم بپذیریم و در حدود 100 هزار تن به تحصیلات نیمه عالی پذیرفته میتونیم در حالی که چند تعداد حضور یافتن به خاطر امتحان شما خودتان میفهمید که در ممالک پیشرفته مانند امریکا مانند اتحاد شوروی اگر شما رو دقیق شه بر چه تعداد شاگرد داخل امتحان شاگرد در حدود دو لک و پینجا هزار تشکر تشکر آقای شمس از وقت شما انشالله این بحث خیلی جدی است ما ایر ادامه میتیم با شما در برنامه بعد